بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت عزیزان بیننده، بحثمون در دعای شریف ابو حمزه رسید به محبت، که امام علیه السلام به خدا عرض میکند که حبی لکه شفی الیک، محبت من به تو، یعنی اینجا تو را دوست میدارم، این شفیع من است نزد تو. و اینجا بنده به حدیث قرب نوافل اشاره کرده، مختصر این را بیشتر توضیح بدم. این عرض خدمتتون که میگن مرحله قرب نوافل یا حالا مقام قرب نوافل متخذ است از این حدیث، که حدیث قدسیه، که در اون برنامه بنده عرض کردم که من دقت کردم در این حدیث و از منابع اولیه تا امروز همه را عرض خدمتتون که یادداشت کردم. یادم میاد سابق حالا در ایام جوانی این کار کرده بودم، در یه مجله یمین چاپ شده بود. علی کل حال چرا این حرف بنده زدم که دقت کردم، اینو خارج از موضوع عرض بکنم تا برگردیم دوباره به خود حدیث. اینو میگم خدمتتون، مخاطبین اهل فضل عنایت بفرمایین، که دو چیز هست که اینا نهار بازار اسرائیلیاته. یعنی من میگم نهار بازار، یعنی خیلی عرض کنم که اینا سعی کردن در این دوتا قسمت دخالت کنن، دست ببرن. شاید یکی احادیث قدسیه باشد که در کنارش خیلی چیزا بسازن بذارن به نام حدیث قدسی، کلام وقتش نیست من بگم. یکی هم قصص انبیا، قصص پیامبران. در قصص پیامبران خیلی مسائل اینا آوردن ارسام خدمتتون که وصله کردن، که خیلی باید دقت بشه هر چیزی رو به نام قصص انبیا نباید بپذیریم مگر از منابع بسیار معتبر. حالا قرضم این است که این حدیث قرب نوافل رو بنده دقت کردم، الحمدلله از قدیمترین منابع تا امروز این صحیح هست، حدیث کاملا زیباست و این بلندی و بزرگی دین ما را میرسونه، که ما خیال نکنیم که خدای نکرده نعوذ بالله که دین ما فقط یه مش مثلا اعمال ظاهریست و یه مش مقدس بازیه. نه، اینجا میفرماید لا یزال عبدی المؤمن یتقرب الی بالنوافل، بنده مؤمنم پیوسته با نوافل به من تقرب میجوید. البته شاید بشه گفت که مقصود از نوافل دقیقا نافله ها که میگن عرفن نافله، فقط اونا نباشد، مصداق نوافل شاید هم اونا باشه و هر چیزی که علاوه بر واجبات باشه. یه وقت یه چیزی اصلا واجب نیست ولی بنده برای محبت خدا اونا انجام میده، یعنی حبن لله انجام میده. و این نیست که ما اینجا فکر کنیم که ما نافله بخونیم به مقام قرب نوافل میرسیم. نه، نافله وقتی ما را به اون مقام میرساند که کاشفیت از محبت داشته باشد، یعنی کشف از بکند که ما محب خدا هستیم، برای محبت خدا این کار بکنیم. یه وقتی یکی از بزرگان اولیا رضوان الله علیه، سیدم بود در زمان سابق، من در جوانی رفتم یک شب تابستون در منزل او در قم مهمان شدم و طبعا در حیات هم به ما جایی داده بودن. من خوابم نبرد، یعنی شاید مثلا نبرد که این ولی خدا را تماشا میکردم و چی میشد. به هر حال کعب بلند میشد و با زحمت هم بلند میشد. اولی قدری مینشست تأمل میکرد، بعد یواش یواش اول از تختش که میمد پایین یک سجده میکرد، بعدن عرض کنم خدمتتون که میرفت نماز شب میخوند. یعنی اول تشکر میکرد که خیلی ممنون که ما رو دعوت کردین، ما رو بیدار کردین. اینه که انسان به قرب نوافل میرسونه. و الا حالا اگر یه نماز شبی خونده، دو رکعت نماز شب خونده و خیال میکند که خیلی کار بزرگی انجام داده. حتی گاهی وقتا بعضی از عوام مردم اعتراضم میکنن که بله قربون خدا برم، نمیدونم ما که چنین کردیم چنان کردیم،
این طور شد، ما که نمیدونم دعای کامل کردیم، ما فلان عمل رو انجام دادیم ولی دیگری از این چیزا غافل است و او مثلا چنین چنان شد. اینا واقعا یه حرفای دردآوری است که اصلا آقا معنویات رو به مادیات ربط دادن، دنیا رو به آخرت ربط دادن. خیلی حرفا در اینجا هست که نمیتونیم، نه اقتضا هست نه وقت است. اجمالا اگر کسی برای معنویت خودش انجام عملی رو انجام میده، خدا بهش پاداش میده. حتی لازم نیست اون حتما، ممکنم هست که خدا به خاطر یک عمل معنوی حتی در ظاهر به کسی یک پاداشی بده محسوس، اما این واجب نیست اینطور باشه. شاید پاداش هم نامحسوس باشد. حالا به هر حال اینجا شما عنایت بفرمید به این حدیث که حتی کنت سمعه الذی یسمع به، بنده من که منو دوست میداره و به خاطر محبت عبادت میکنه به من، فقط چون منو دوست میداره، چنان که امام الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه این درس به جهانیان داده که الهی ما عبدتک خوفا من نارک، خدای من تو رو عبادت نکردم برای ترس از آتشت، با اینکه امیر المؤمنین امام الموحدین است، از همه بهتر میداند که بله واقعا جهنمی هست و آتشی هست، همه درسته، بهشتی هست، همه درسته، اما باز میاد میگه ما عبدتک خوفا من نارک، من تو را به خاطر ترس از آتشت نپرستیدم، و لا طمعا فی جنتک، و نه برای طمع در بهشتت، بل وجدتک اهلا للعباده، پیدا کردم ده مثلا خدای دوست داشتنی، خدای پرستیدنی هستی، اهل عبادت پیدا کردم، عبادتت کردم. بله، حتی کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، چرا؟ حبی لک شفیعی لک، محبت من عرض کنم خدمت شما که شفیع من است نزد تو. انسان اگر خدا را دوست داشته باشه خیلی چیزا گیرش میاد، دوست داشتن خدا، دوست داشتن اولیای خدا یه سرمایه بزرگی است. در اینجا چون از ابو حمزه جمله خوندیم از امام سجاد علیه السلام است، بذارید که برای تکمیل این مطلب یک دلیل از صحیفه حضرت بیارم که این خدا دوست بودن نعمت بزرگی است. ما خدا را دوست می‌داریم، اولیای خدا را دوست می‌داریم، و یه وقتی هست خدا نکرده درست فکر کنیم، قدر نمی‌دونیم یا توجه نداریم. در دعای اول صحیفه امام سجاد علیه السلام صاحب همین دعا، در اونجا جمله بلند و بالایی دارد که شراح صحیفه سرگرم شدن. می فرماید که ثم بعثهم فی سبیل محبته، محبت چون مستره، مستر یه وقت اضافه به سوی فاعل میشه، یه وقت اضافه به سوی مفعول میشه. دقت فرمید، اگر ما اینجا محبت که مصدر است اضافه شده به سوی ضمیر، اضافه به سوی عامل بگیریم، این رو معناش میشه بعد که خدای متعال بندگان رو در مسیری قرار داده که اونها را دوست میداره. یا حالا مثلا بالاخره خدا بندگانش دوست می‌داره، بخوایم نقل معنا بکنیم. اما اگر ما اینو اضافه به سوی معمول بکنیم که بعضی از بزرگان و صاحبان دل این مصدر را اضافه به سوی معمول می‌دونن، یعنی خدا بندگان را خدا دوست آفرید، خدا کاری کرده که بندگانش اصلا خدا دوستن. ثم بعثهم فی سبیل محبته، بله، و البته این محبت ریشه ای دارد که من اشاره مختصر می کنم به این ریشه، چون که الان این جمله رو یک بار دیگه برای عزیزان قرائت کنم. هم جمله از مصدر اسمت، از مصدر ولایت صادر شده، حبی لک شفیع الی، خیلی امید بخش است، خیلی امید بخشه. عرض کردم در اون برنامه قبلی محبت هم
موضوعیت داره، هم طریقیت داره. خب آقا سرمایه بزرگیست محبت من نسبت به تو. خدایا خدایا این که من تو را دوست میدارم این شفیع منه. خب محبت بر اساس معرفت هست، یعنی معرفت هرچی بیشتر باشد محبت هم بیشتر میشه. منتها نکته مهم در اینجا هست که انشاءالله عزیزانمون عنایت میفرمایند، اون اینه که بین محبت و معرفت تعامل هست. مثلا ببینید خدا این سرمایه های اولیه را ابتدا به ساکن به ما داده. ما اصلا کجا بودیم که این سرمایه ها را از خدا درخواست بکنیم؟ بله در دعاها داریم که میفرماید که منتک ابتدا، مثلا احسانای تو ابتداییه. این محبت که اکسیر بسیار بزرگی است، موهبت عظما، این با معرفت تعامل داره. یعنی اگر بدونیم این تعامل چیه خیلی خدا رو شکر میکنیم. خب ببینید خدا اول به ما محبت خودش داده، ما که درخواست نکرده بودیم، که گفتم خدمتتون که معصوم میفرماید ثم بعثهم فی سبیل محبته، این موهبت رو داده. خیلی خب این موهبت درست است که محبت بر اساس معرفت است، انشاءالله خواهیم گفت، اما الان میبینیم که آقا این تعامل داره. یعنی هر چی که ما عرض کنم خدمتتون که معرفتمون زیادتر بشه محبت زیاد میشه. محبت که زیاد میشه ما را وادار میکنه به اعمالی، به روشی که باز معرفت بیشتر میشه. بالاخره اعمالی انجام بدیم برای ازدیاد معرفت، معرفت زیاد شد باز محبت زیاد میشه تا آخر. این تعامل بین معرفت و محبت بسیار مهم است. و اما اون قسمتی که خوندم برای عزیزان، این فراز را انشاءالله براتون بخونم، در برنامه بعدی بیشتر توضیح داده میشه. میبینید که در اینجا میگه خدایا این محبت من شفیع من است، باز در اینجا از پروردگار بخواد که این سرمایه بیشتر بشه. اللهم انی اسالک ان تملا قلبی حبا، خدایا از تو میخوام که قلبم را پر از محبت بکنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.